سلام 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 خدمت بچه های عزیز، امیدوارم سالم و سرحال رو خوب آماده باشید برای شروع کلاس فیزیک، جلسه اول از کلاس کنکور 1401. خب صدا و تصویر همه چی اوکیه بچه ها؟ خب ببین، یک خوبی بسیار عالی که کلاس امروزمون داره و خیلی خوبه اینه که بچه هایی که سال گذشته کنکور دادن توی همین هفته کنکورشون برگزار میشه، یعنی تقریبا 3-4 روز دیگه. خب این چرا خوبه؟ چرا میگم این خوبه و خیلی باحاله؟ به خاطر اینکه بچه ها امروز من میخوام 3 تا کار انجام بدم. کار اول بهتون یاد بدم که ذهنیتتون رو راجع به فیزیک خوندن کلن عوض کنید، یعنی دیدتون رو برای خوندن فیزیک کنکور 100% باید تغییر بدید. جمله دوم، میخوام یاد بدم بهتون که بچه هایی که کنکور سال گذشته یعنی 99 رو دادن چرا نتیجه خوبی نگرفتن و با یه شوک منفی مواجه شدن سر جلسه. و جمله سوم، میخوام پیش بینی کنم کنکور 3-4 روز دیگه رو و بعد هفته آینده که بعد از برگزاری کنکور با هم کلاس بعدی رو داشتیم ببینیم چند تا از پیش بینی که کردیم دقیقا درست در اومده. با این سومی فکر کنم همه موافق داره. خب اول بچه ها خوب دقت کنید، آخرین کنکوری که برگزار شده سال گذشته است، کنکور 99 که سخت‌ترین کنکور قرن بود به یه شکلی توی درس فیزیک. 2 تا مشکل بچه ها داشتن سر جلسه. 1، با یه شوک منفی مواجه شده بودن که میگفتن آقا یه سری سوالا برامون جدید بود. مشکل دوم این بود که میگفتن آقا سوالا رو حل میکنیم ولی به جواب نمیتونستیم برسیم. ما امروز میخوایم توی فیزیک 11 یه سری تست حل کنیم، ببینیم چرا این اتفاق برای بچه ها رخ داد، بعد بگم چیکار کنیم که این اتفاق برای شما به شکل معکوس بیفته، یعنی به جایی که با شوک منفی مواجه بشید با شوک مثبت مواجه بشید. یعنی اولا سوالا براتون تکراری باشه، سوال جدیدی نبینید، و ثانیاً بتونید به جواب همه تست ها برسید. برای اینکه معنی و مفهوم این حرفایی که میزنم متوجه بشید شروع میکنیم از فیزیک 11. اول از هر نکته یه سوال من حل میکنم، بعد از این که من حل کردم یه سوال میگم شما حل کنید، و بعد از اون از همه مهمتر ملاک و معیار ما برای اینکه ببینیم یه چیزی رو یاد گرفتید یا نه کنکور 99، یعنی سخت‌ترین کنکوری که برگزار شده. هفته آینده که کلاس داریم همینا رو برای کنکور 1400 بررسی می‌کنیم. پس با هم بریم جلو، در طی حل سوالا چیزایی که گفتم براتون توضیح میدم. اول میخوام یه سوال از قانون کولوم بچه‌ها حل بکنیم. این جزء رو همه بهش دسترسی دارن بچه‌ها؟ خیلی خوب. یه دونه تست من میگم اضافه کنید به جزوه من حل میکنم، بعد یه سوال میگم که شما حل کنید. پس این تستی که میگم رو به جزوهتون اضافه کنید. خب میگیم 2 کره رسانای مشابه بارهای الکتریکی 40 میکروکولون و 22 میکروکولون دارند. آنها را به هم تماس داده و در فاصله 30 سانتی متری از هم قرار می‌دهند. نیروی بین آنها
چند نیوتن می شود؟ گزینه یک 44.1، گزینه دو 48.2، گزینه سه 96.1، گزینه چهارم 98.2. خب فقط سوال رو بنویسید، گوش کنید، نمیخواد حل کنید، فقط صورت سوال رو نوشته باشید. خب هر موقع نوشتین یه مثبت بذارین که من بفهمم. حالا قشنگ دقت کن به چیزایی که میگم. اولا بار کل من 40 و 22 میشه 62 میکروکولوم. وقتی من این دوتا کره رو به هم تماس بدم، این بار بین اینا نصف میشه، یعنی هر کدوم از کره ها 31 میکروکولوم بار دارن. و اگه عدد نیرو رو بخوام حساب بکنم، F برابر با کار Q1 Q2 به روی R2، کار میشه 9 در 10 به توان 9، Q1 31 میکروکولوم، 31 در 10 به توان منفی 6، Q2 هم 31 در 10 به توان منفی 6، فاصله هم 30 سانتی متر، 30 در 10 به توان منفی 2 به توان 2. اما هیچ وقت دیگه این کار رو نمی کنیم. من وقتی از این به بعد با تست مواجه میشم، اول به 4 تا گزینه نگاه میکنم. ویژگی مهمی که این 4 تا گزینه دارن اینه که این گزینه ها ارقام متفاوتی دارن. یعنی چه ارقام متفاوتی دارن؟ یعنی توی گزینه 1 4 و 4 و 1 دارم، توی گزینه 2 4 و 8 و 2 دارم، توی گزینه 3 9 و 6 و 1 دارم، توی گزینه 4 9 و 8 و 2 دارم. خب آقا الان که ارقام متفاوته چی کار میکنم؟ موقع عدد گذاری از صفر و ممیز و تبدیل واحد صرف نظر میکنم، یعنی از عدد کا فقط رقم 9 رو میذارم، 10 به توان 9 رو نمیذارم، از این فقط 31 رو میذارم، از این هم فقط 31، از این هم 0 رو 10 به توانش رو نمیذارم، فقط 0. یعنی عدد نیروی من میشه 9 در 31 در 31 تقسیم بر 9. این با این ساده میشه 31 در 31 میشه 961. به من بگید ببینم کدوم وزنی است که 9 و 6 و 1 داره بچه ها؟ بله گزینه سه. همه فهمید این جمله اولو؟ فقط دقت کن، فقط دقت کن، فقط دقت کن. همین امروز بعد از برگزاری این جلسه، عادت زشت استفاده از ماشین حساب و موبایل رو ترک کنید. شما عادت دارید هر سوالی که بهتون میدن ماشین حساب موبایل رو اندازید، تپ 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 میزنی عدد رو حساب میکنید. سر جلسه کنکورتون خبری از ماشین حساب و موبایل نیست. آقا من چجوری فرتی اینو نوشتم 961؟ خوب دقت کن بعد وقت میدم بنویسید. یه عددو که انشالله حفظید مثال بزنم براتون. به من بگید ببینم بچه ها 13 به توان 2 چند میشه؟ بله 13 به توان 2 میشه 169. اینا حفظید احتمالا، ولی حالا فرض کنیم که اینو حفظ نیستیم، اینو پاک کنم. این اعداد دو رقمی به توان 2 رو مثل اتحاد میتونید سریع و ذهنی حساب کنید. بچه ها آیه به اضافه بی به توان 2 میشه آ2 به اضافه 2 آبی به اضافه بی2. الان این عدد 13 به توان 2 انگار آش 1 بیش 3، آدوش میشه 1 2، آبیش میشه 6 بیدوش میشه 9، میشه 169. همه فهمیدن؟
یکی دیگه الان اونجا توی اون سوال من چجوری 30-31 به توان دو رو نوشتم؟ میگم آقا آمون 3 بیمون 1 آ2 میشه 9 2B میشه 6 B2 میشه 1 میشه 961. همه فهمیدن؟ مثبت بذارید ببینم. بدون اینکه دست به قلم ببرید همه اینو ذهنی بگید ببینم. 21 به توان 2. آها. 4 و 4 و 1 900 میشه 441. دقت کنید بچه ها، خیلی از دانش آموزا کنکور 99 دلیل اینکه سوالا رو گیر کرده بودن محاسبات بود. یعنی ما تو کنکور 99 یه تست از 12 هم داشتیم، آخر سوال به این میرسیم 52 شده بود رادیکال 48 به توان 2 به اضافه x2. تا اینجا رو رسیده بودم، ولی به دلیل اینکه سر جلسه ساعت 11 رسیده به سوال فیزیک، خون دیگه به مغز نمیرسه تو اون لحظه، به اینجا رسیده بود نتونسته بود به جواب برسه. سریع بنویسید اینو. نگین شمس میگه من تازه اومدم، میشه از اول بگید؟ واقعا نگین شمس انتظار داری این همه آدم، بالای 200 تا آدم رو معطل الان نگه داریم چون نگین شمس دیر اومده؟ همه بچه ها شما گوش نکنید، بذارید برای نگین دوباره توضیح بدیم. خب هر موقع نوشتین مثبت بذاریم. نگران نباش نگین، الان تو سوال بعدی دوباره تکرارش میکنیم. احمد بابایی میگه میشه از دهم شروع کنیم درس بدیم؟ انگار اومده رستوران سفارش غذا میده. خب اما ممکنه یکی از این عددهایی که اینجا دارید حساب میکنین دو رقمی به دست بیاد. اینم بذارید بگم 23 به توان 2. 23 به توان 2 الان 2 به توان 2 میشه 4، 2 آبیمون میشه 12، 3 به توان 2 میشه 9. یکیشون دو رقمی شد. اگه یکی از اینا دو رقمی شد این که 9ش میمونه، اینم 2شو مینویسم 1ش میاد به بغلی اضافه میشه، 1 با 4 میشه 5، میشه 529. اینو خودتون حساب کنیم ببینم 43 به توان 2. بله الان 4 به توان 2 16، 2 آبیش 24، بی دوش 9، این 9ش میمونه، این 4ش میمونه، 2ش میاد روی میشه 18، میشه 1849. پس بچه ها دو تا چیز رو الان میخوام فهمیده باشید. یک، باید به گزینه ها دقت کنم. دو، باید محاسبات رو بتونم سریع انجام بدم. اما حالا که اینو یاد گرفتیم، به این ملاک من فقط یه چیزیه، من کی مطمئن میشم شما فهمیدین؟ وقتی که سوال کنکور 99ش رو بتونی حل کنی. از همین روش و همین نکته، اول یه سوال دیگه از همین راهی که یاد دادیم دستگرمی حل کنیم، بعد بریم سراغ سوال کنکور 99. و جمله بعدی میگه آقا من شبیه این نکته رو تو قانون کولان دیده بودم، آیا تو جای دیگه میشه ازش استفاده کرد؟ الان در ایران سوال کنکور 99 که براتون حل میکنم از یه مبحث دیگه حل میکنم که بفهمید میشه همه رو هم تطابق داد. تو این جزئیه که بهتون دادم
خب بیاید یا بذارید این صفحه رو بیارم. این تست یکی اینجا رو نگاه کنید ببینم. اول گزینه ها رو نگاه کنید ببینم. الان ارقام گزینه ها متفاوت یا یکسان؟ آره اجازه دارم میذارم. خب متفاوت. میگه که دو تا بار فاصله شون از هم 3 سانته. نیروی 300 نیوتن وارد میکنن. مجموعشون هم مثلا 11 اندازه بار شرد. میگه آقا F Q1Q2 به روی R2 از 300 فقط 3 رو میذارم. از K فقط 9 رو میذارم. Q1Q2 فاصله هم 3 به توان 2 9 9 با 9 ساده. Q1 در Q2 باید به رقم 3 برسه. باید به رقم 3 برسه. حالا ممکنه به جای 3 بشه 30 بشه 300 بشه 3000. برم تو کار گزینه ها. برم تو کار گزینه ها. برم تو کار گزینه ها. گزینه 1 1 ضرب در 10 ناموسن میشه 10. 3 متر توش در نمیاد. گزینه 3 2 ضرب در 9 میشه 18. گزینه 4 3 ضرب در 8 میشه 24. اما گزینه 2 5 ضرب در 6 میشه 30. همه شیر فهم؟ همه فهمیدین؟ نادیا میگه بله. خب اما حالا میخوام سوال 99 رو حل کنیم. آره مبینا حل مینا یا مبینا زاره میگه میشه یکی دیگه حل کنین؟ آره یکی دیگه هم حل میکنین. تست شماره 2 تجربه 99 همون کنکوری که همه داخلش پیچ شدن یعنی گیر کردن. گوش کن نگار گوش کن فعلا. اول به من بگید ببینم آیا در این تست 2 ارقام گزینه ها یکیه یا فرق میکنه با هم؟ این رو دیگه باید تشخیصش رو یاد گرفته باشینا. بله فرق میکنه. فرق میکنه. این 6 داره، این 9 داره، این 12 داره، این 18. بچه وسط کامنت ها یکی یه کامنت گذاشت گفت الغاگرها برای ما حذف شده بود. راست میگه ها، به خاطر اون پروتکل کرونا مرونا اینا برای امتحان نهایی که نبود ترم حذفش کردن. ولی برای کنکور حذف نیست، باید بلد باشید. خب نگاه کن. حالا الان میخوام یه پله بالاتر رو بهتون یاد بدم. میگه ضریب الغاوریش 0.05، انرژی 0.14. خب ببین من اول فرمول یو رو مینویسم. 1/2 ال آی 2 بچه ها یو رو میذارم 4. 1/2 ضریب الغاوریش 0.05. من در نظرش میگیرم نیم. نیم یعنی 1/2 ضرب در آی 2. الان یکی میگه آقا چرا 5 نذاشتی؟ 5 هم بذاری در میاد. من دنبال اینم که یه کاری کنم که کار خودم ساده باشه. اگه این رو به جای 500 نیم بگیرم اون وقت 2/2 دارم و موقع جذب گرفتن عددم راحت‌تر به دست میاد.
از اینجا آی دو من میشه 16، آی میشه 4. حالا این آیا واقعا ممکنه 4 نباشه؟ ممکنه 40 باشه، 400 باشه، 4000 باشه یا هر گفته دیگه که 4 توش داره. خب چی از من خواسته؟ میدان سیندوله رو میخواد. فرمول میدان سیندوله موسف ان آی به روی ان. ببینم یاد گرفتید یا نه. آقا الان با توجه به که ارقام متفاوت هست بگید ببینم به جای موسف رو چند باید بذارم؟ آفرین، یه اتفاقات خوبی تو مغزا افتاده. 12 اینمون 100ه، صفراش هیچی، 1 آی شد 4، طول سیمدولم که بوده 8، تبدیلم نمیخواد، 8 با 4 2، 2 با 12 6. کدوم گزینه 6 داره؟ ناموسن فهمیدین؟ اینم سوال 99 بود، همون که همه داخلش شیر پیچ شده بودن. خب قسمت اول آره القا و اینا هم دست میدم. الان درگیر این نباش که این فرموله رو مثلا معلم مدرسه نگفته، درس میدم خودم. مبینا میگه 12 رو نفهمیدم کجا اومد. مبینا، مینا، اینا ها، این موسف توانش رو نگرفتم. رقمش 12. خب اما پس تا الان من دو تا چیز فهمیدم. از این به بعد حواسم به گزینه ها رو باید بیشتر کنم، محاسبات رو خودم باید انجام بدم و دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید، زمان یک تست کنکور فیزیک 72 یا حالا با خوشبینی 73 ثانیه است. باید تو این زمان بتونم به سرانجام برسونمش. خب حالا یه چیز دیگه میخوام بپرسم که این راجع به این که امسال فیزیک رو چجوری بخونید خیلی خیلی حائز اهمیت میشه. سوالم اینه، به نظر شما آیا تست های کنکور از کتاب درسی مطرح میشه؟ خیر، سمین میگه نه، سارا میگه نه، نه زیاد، یه مقداریش بله ممکنه، فکر کنم حجمش تغییر میکنه. خیر ببین بچه، جواب این سوال خیلی تعیین کننده است و من برای اینکه جواب این سوال رو بتونم کامل حالیتون کنم و مهمترین چیز جلسه امروز رو بهتون یاد بدم، مهمترین مطلب جلسه امروز که از کل این درس مهمتره، میرم سراغ کتاب درسی تو. یه سوال از کتاب درسی که حتما همه تون حل کردیم توی مدرسه، اونو حل میکنیم با هم. بعد از اینکه اونو حل کردیم میان دو تا سه تا تست کنکورش رو بررسی میکنیم، بعد یه نتیجه مهم میخوام ازش بگیریم. آقا سوالی که حتما همه شما توی مدرسه براتون حل کردن و یه سوال پرتکراره اینه که به شما دو تا بار میداد این کیو یک مثلا، اینم کیو دو، میگفت میدان براینده اینا کجا صفر میشه، یا میگفت
بار سوم رو کجا قرار بدم که نیروی براینده وارد بر اون صفر بشه؟ چجوری جاش رو پیدا میکردیم؟ میگفتیم آقا اگه دوتا بارمون همنام باشن، نقطه من میفتاد بین دو بار، و اگه ناهمنام باشن، نقطه من میفتاد خارج از دو بار و همیشه هم نزدیک به بار کوچیکتر میشد. محلش چجوری پیدا میشد؟ محلش هم اینجوری پیدا میشد. میگفتم ET مثلا 0، ای یک مساوی ای دو، کا کیو یک به آر یک دو میشه کا کیو دو به آر دو دو، جذر و مذر و عدد گذاری حل میشد. همه اینو تو مدرسه براتون حل کردن دیگه، کسی هست نمونه اینو حل نکرده باشن؟ اصلا بعید میدونم معلمی تو یازدهم اینو براتون حل نکرده باشه. آه حالا الان یه دونه سواله کتاب درسی رو حل میکنیم با هم که این یادآوری بشه، بعد میریم سراغ سوال کنکورش. مثلا فرض کنیم میخوایم این سوال رو حل کنیم. میگیم در چه فاصله ای از دوبار میدان صفر میشود؟ این مثلا بار کیو یک یک میکروکولون، این بار کیو دو 9 میکروکولون، فاصله بینشون هم 24. برید بچه ها برمیسید شرحش کنیم. خب اول بگید ببینم الان باید نقطه ها رو بینشون بگیرم یا بیرونشون؟ بچه ها آفرین، چون همنامن بینشون میگیرم، مثلا میذارم اینجا اسم این فاصله x، اسم این 24 منهای x. خب اگه قرار میدان برایند بشه صفر، باید ای یک و ای دو با هم برابر بشن، کا کیو یک به آر یک دو باید بشه کا کیو دو به آر دو دو، کا با کا میره، کیو یکمون یکه، فاصله کیو یک تا اینجا ایکسه، یک به روی ایکس دو، کیو دو نهه، فاصله تا اونجا 24 منهای ایکسه به توان دو. از دو طرف جذر میگیرم، یک به ایکس، 3 به 24 منهای ایکس، طرف این وسط این 6 میشه 24 منهای ایکس، این میاد این بر 4x میشه 24، ایکس میشه 6. فقط حواسم باشه این ایکس فاصله از کیو یک که شده 6، اگه فاصله از کیو دو رو میخواد میشه 24 منهای ایکس که میشه 18. همه یادشون اومده اینو؟ خب اما حالا قبل از اینکه بخوام بریم سراغ سوال کنکورش، میخوام یه راه دیگه بهتون یاد بدم بعد بریم سوال کنکورش حل کنیم. و یادتون باشه همه این چیزا رو داریم میگیم که تهش به این نقطه برسیم، آیا تستای کنکور از کتاب درسی هست یا نیست. خوب دقت کن، واقعا این چیزی که میخوام یاد بدم مال ریاضیات پنجم دبستانه، واقعا مال پنجم دبستانه. خوب دقت کن،
تو پنجم دبستان یه سری سوال بهتون میدادن اینجوری، میگفت 12 تا مثلا سکه داریم به نسبت 2 به 1 میخوام بین 2 نفر تقسیم کنم، یعنی 12 تا سکه رو یه جوری تقسیم کنم یکی 2 برابر اون یکی گیرش بیاد. آقا بین اولی 4 تا سکه میرسید، بین 8 تا سکه، یعنی 2 تا عدد نوشتم جمعشون با هم شده 12 و یکی 2 برابر اون یکیه. چجوری به دست میاد؟ میگیم 2 به اضافه 1 3، 12 تقسیم بر 3 میشه 4، این 4 میشه یه دونه سهمش، یه سهمش میشه 4 تا، 2 سهمش 2 ضرب در 4 میشه 8. آقا 36 تا سکه میخوام به نسبت 3 به 1 تقسیم کنم، ببینم به هر کی چند تا میرسه. اول چی باید بگم؟ 3 به اضافه 1 میشه 4، 36 به 4 میشه 9. این 9 یه سهمشه، یکیش میشه 9 تا، 3 9 تا میشه 27 تا. همه یادتون اومده؟ لزومی هم نداره یکیش 1 باشه. مثلا 40 به نسبت 2 به 3، اول 3 به اضافه 2 5، 40 به 5 میشه 8، این میشه یه سهمش. 2 8 16 تا، 3 8 24 تا. همه بلدی نداره اینا دیگه. خب حالا گوش کن، هیچی ننویس، فقط گوش کن. یه بار دیگه میخوام سوالی رو که حل کردیم با این راه حلش کنیم. آقا سوالی که الان حل کردیم اینجوری بود، یه میکروکولون داشتم، یه 9 میکروکولون داشتم، این فاصله هم 24. خب اول نسبت بین دوتا بار رو می نویسید، 1 به 9. از نسبت بین این دوتا یه بار جذر میگیریم، 1 به 3. عدد فاصله که 24ه به نسبت 1 به 3 تقسیم میکنم. تقسیم برش هم میشه 1 به اضافه 3 4، 24 به 4 میشه 6، یکیش میشه 6 تا، 3 6 تا میشه 18 تا. تموم شد، این میشه فاصله از Q1، این هم میشه فاصله از Q2. ناموسن همین بود دیگه. خب وایسا وایسا، یکی دیگر یکی دیگر. 4 میکروکولوم، 25 میکروکولوم، 35 سانتیمتر. خب نسبتشون 4 به 25، جذر 2 به 5، فاصله که 35 به نسبت 2 به 5، 5 به اضافه 2 7، 35 به 7 میشه 5. این 5 میشه یه دونه سهمش، این 2 تا سهم میخواد، 2 5 تا 10 تا، 5 5 تا 25 تا. تموم شد، کوچیکه فاصله از بار کمتر، بزرگه فاصله از بار بیشتر. همه شیرفن؟ حالا بنویسیدش، بنویسید حالا. جزوهشو به صورت PDF هم میفرستیم.
خب با آرامش بنویسی. آنایتا میگه این برای همناماست. وایسادم عرشو وایسادم که بنویسی. آروم بنویس. آنایتا ناهمنامم میگم. آنایتا اسمت هم رفت بالا. عارفه خب هر موقع نوشتین یه مثبت بذارید. خب یکی دیگه هم بگم همینجا، بعد میخوام بریم سراغ تست کنکورش. بعضی از مواقع خوشمزه میشود و سوال را پارامتری میدهد. مثلا کیو چلو نو کیو فاصله بینشون هم آر. چون بچه ها کلن راجع پارامتری کهیر میزن، هم که سوال پارامتری میشه آه پارامتریه. الان نسبتشون 1:49 از نسبت جذر 1:7 آر به نسبت 1:7 7 به اضافه 1:8 یکیش میشه آر 8 هفتاش میشه 7 r8. طبیعتاً کوچیک فاصله از کیو اونم فاصله از 49 کیو. عاشق اون عارفم الان اصلا مثلا به درس مهم نیست، میگه که میشه چتاخوسی در بیاری من پرمای بچه ها رو ببینم. من نمیدونم چه تاثیر در زندگیش دارم. نگار کجا رو متوجه نشدی؟ از جذر به بعد نگاه کن به نسبت 1:7 7 به اضافه 1 تو مخرج آر هشتم، این یه سهم میشه. یکیش آر هشتم، هفتاش هم 7 r8. تمام؟ ناهمنام هم حل میکنم. خب ببین الان چند نفر کامنت های خوب میذارم. یکی میگه که اگه جز نداشت چیکار کنی؟ فروزان میگه که میشه مثال بزنید جذر کامل نداشته باشه. یکی دیگه هم مهدی نمیدونم اگه منفی بود میگه چیه. خب اول این کلاس الان یخ کلاس تازه داره میشکنه. این که شماها سر کلاس سوال بپرسید بیشترین کمک رو به یادگیریتون میکنه. دانش آموزی که مثل بز هر چیزی میگی تعریف میکنه سر آزمون نمیتونه تست حل کنه. این که ببین مثلا مهدی بود نمیدونم کی بود گاو اگه جز نداشت چی کار کنم، دلیلش اینه که این روزها توی اینستاگرام تلویزیون DVD CD پر شده از نکاتی که طرف میاد نکته رو میگه یه سوال باش حل میکنه، ولی فقط همون سوال باش حل میشه، هیچ سوال دیگه هم باش حل نمیشه. دیدیم که میدونید راجع به چی حرف میزنم که و من دانش آموز اینجوری رو دوست دارم. این دانش آموز خوبه، دانش آموزی که بپرسه اگر فلان شد چی کار کنم، حتما جوابتون رو میدم. خب حتما جواب این سوالی که پرسیدید رو یه 10 دقیقه 5 دقیقه به هم زمان بدین، چون الان یه حرف خیلی خیلی مهم میداریم که بزنیم. این سوالی که حل کردیم روشش رو یاد گرفتی، تکنیکش رو بلدی،
از اینجا شروع شدیم که آیا تست های کنکور کتاب درسی هست یا نه. میخوایم بریم حالا که اینو بلدیم سوال کنکورش رو ببینیم، بعد از این که نتیجه رو گرفتیم حتما جواب سوالتون رو میدم. اگرم یادم رفت خودتون منو خفه کنید، یعنی اگر بگید تا جواب بدم. معلمی که یه سوال اینجوری بپرسید و جواب نده داره میپیچونه. اینجا توی این مجموعه ما پیچوندن نداریم، جواب همه سوالا باید داده بشه. خب بیاد بچه ها توی این جزوه تست شماره 4 این سوال مال سراسری تجربی 94 با آرامش حلش کنید. اینو تست شماره 4 روی اکبری به قرآن اگر جواب سوالتو نردم و بیا آمرون کن. خب همه حل کنن آروم. خب اول نگاه کنید بچه ها، سه خط سواله. میگه بار Q1 و Q2 4 Q1 توی فاصله R از هم بردارن و میدان الکتریکیشون مثلا تو فاصله D1 شده 0. خب اول این Q1 حالا این 4 تا Q1 فاصله بینشون R نسبت بارها 1:4 جذر میگیرن میشه 1:2 R به نسبت 1:2 تقسیم بر 3 یکیش R سوم دوتاش 2R سوم. فقط حواستو جمع کن که توی سوال میگه D1 فاصله از بار Q1 تو حالت اول، یعنی عدد کوچیکه رو باید بگیری D1، یعنی D1 R سوم است. بعد میگه فاصله دوباره از هم دو برابر میشه، یعنی این آره میشه 2R. آقا 1:4 که عوض نشده، 1:2 هم که عوض نشده، فقط باید 2R رو به نسبت 1:2 تقسیم کنن. تقسیم بر 3 یکیش 2R سوم دوتاش 4R سوم. فقط باید حواست باشه D2 رو فاصله از بار بزرگه گرفته، یعنی D2 میشه 4R سوم و در نهایت میگه D2 به D1 چقدر است؟ 4R سوم به R سوم جواب میشه 4. نتیجه اخلاقی گوش کن، هیچی ننویس، فقط گوش کن. سوال من این بود که آیا تست های کنکور از کتاب درسیه؟ ببین این نمیاد این کتاب درسی بگه 1 میکروکولون 9 میکروکولون 24 سانتیمتر میدان کجا صفر میشه. حتما اینو میکنه تو اون، اونو میکنه توی یه چیز دیگه. یه بار میگه D1 از Q1، بعد میگه D2 از Q2 که اگه اینجا هم اشتباه کردی به جواب غلط برسی، و آخر یاد D2 به D1 چقدر. اگر کسی ورداشته بود نوشته بود ای مساوی با 0 ای1 مساوی با ای2 کا Q1 به R1 2 میشه کا Q2 به R2 2 تب 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 تب
حل میشد ولی نه 73 ثانیه 730 ثانیه بود. یعنی تا تو میومدی این یه دونه سوال رو حل کنی، وقت کنکور تموم شده بود، نتیجه ها هم دادن، دارن ثبت نام دانشگاه رو میکنن، تا هنوز نوشتی کاکی 1 و آر 2 پس آقا نتیجه اینه، تست های کنکور از کتاب درسی هست ولی نه اونجوری که تو کتابه. نمیاد بگه 1 میکروکولون 9 میکروکولون علنگواد نشکنه 24 سانتیمتر 10 دقیقه وقت حساب کن. همه شیر فهم شد این چی میگم؟ و اما و اما و اما و اما و اما هنوز کارمون تموم نشده. این چیزی که الان میخوام بگم، حرفی که الان میخوام بزنیم تا 5 دقیقه آینده، مهمترین چیزیه که از کلاس امروز باید یاد گرفته باشید. خوب به این چیزی که میگم دقت کن. اول وقت میدم هر کی میخواد بنویسه بنویسه، چون نمیخوام اصلا حواستون پرت جای دیگه باشه. هر چی میخواد بنویسید بنویسید. محمد مهدی نسیمی، این مگه سوال کنکور نبود؟ خب هر موقع نوشتین یه مثبت بذارین. تمام. خب اما حالا خوب دقت کن، قشنگ گوش کن. بچا این سوالی که الان حل کردیم با هم برای چه کنکوری بود؟ بله، تجربی 94. حالا بیاییم با هم دیگه سوال کنکور 98ش رو نگاه کنیم. این 5 که مال 99شه، این 6 مال 98شه. سوالش رو نگاه کنید. خب همون مسئله است، یعنی سه تا بار داده میگه برآیند نیروها صفره ولی آوردتش رو دستگاه مختصات و مشکل اینه که تا قبل از کنکور 98 اصلا نمونه این سوال نبوده توی کنکور. تا قبل از 98 این که بیاید توی دستگاه مختصات نبوده. از کجا باید بفهمم که چه ایده های جدیدی رو ممکنه سوال بده؟ مثلا همین چند روز آینده اگه امسال هم نده سال بعده، من فکر میکنم شروع میکنم از این سوال سه بعدی دادن. از کجا باید من قبل کنکور 98 که نمونه این سوالم نبود میفهمیدم این ممکنه دست بزنه به دستگاه مختصات؟ ببین بچه ها، یک سرچ ساده که در اینترنت بزنید، من نزدیک 20 جلد کتاب نوشتم، پرفروش‌ترین کتاب های کنکور کشور، دور دنیای گاج، خط ویژه گاج، سرگروه آزمون گاجم، سرگروه آزمون مازم، حل سرگروه تصویری قلمچی هم، کتاب فار، کتاب دریا، هزار تا که هزار جا کتاب نوشتم. همین سوال رو همین الان از تو هر کدوم کتاب خود من برید وردارید نگاه کنید، اینقدر حلشه. دقیقا اینقدر. بعد تازه جالب اینه که هنوز این رحم کرده، یعنی هنوز میتونه این رو بست و گسترش بده. ما
معادله خط وارد بکنه و هزار تا چیز دیگه. میخوام الان بهتون بگم چی کار باید بکنید که با اون شوکی که سر بچه‌های 99 پارسال اومد روبرو نشید. یعنی سوالی نبینید که براتون جدید باشه. برای اینکه جواب این سوال مهمو بدم که گفتم مهمترین کار امروزمونه، یه سوال میخوام ازتون بپرسم. در طی سال گذشته که برای مدرسه خوندید، کتاب کمک آموزشی که استفاده میکردین چی بودن؟ خیلی سبز، گاج، آبی، سیر تا پیاز، میکرو، خیلی سبز، میکرو، آبی، گاج، خیلی سبز، میکرو طلایی. خب به من بگید ببینم چقدر هزینه کردید، هزینه پولی، پول برای سال 11 برای کتاب فیزیک چقدر هزینه کردید؟ 200 محمد مهدی تعداد میگه 1,000,000. محمد مهدی تو احتمالا یه کار دیگه بوده. 100 رقیا 200 120 200 300. خب بچه ها خوب دقت کنید. اول کلاس یادتون میاد گفتم خوبیه کلاس شما اینه که 3-4 روز دیگه کنکوره. 3-4 روز دیگه درستی حرفم که الان میخوام بزنم معلوم میشه. خوب دقت کنید، من میخوام یک کتاب بهتون الان معرفی کنم با دو ویژگی. ویژگی اول، این سوالای اینجوری هست که دستگاه مختصات و قبل تو کنکور نبوده، از داخل اون کتابه میدم. ویژگی دوم اینه که این کتاب مفتیه. دو تا ویژگی، سوال کنکور رو فردا کنکور 1400 از داخلشون بهتون نشون میدم. یعنی هفته آینده که میاد سر کلاس بررسی کنکور 1400 هم دارم، همونجا بهتون نشون میدم. بیا این سوال از این صفحه، این سوال از این صفحه. این کتاب که رایگانه و سوالای جدید کنکور از داخلش میاد، چه کتابیه؟ یک کتاب هست به اسم کتاب راهنمای معلم. ببینید بچه ها، کتاب راهنمای معلم بهتون میگم کجا برش داری؟ به این شکله که مثلا فیزیک 11 رو آورده صفحه 28 کتاب درسی آورده، جواب همه سوالای صفحه 28 داخلش نوشته شده. همه سوالا در گروه خود بحث کنید، آزمایش کنید، فعالیت کنید، هر سوالی توی کتاب هست، مسئله غیر مسئله جوابش آورده شده. بعضی از صفحات دیگرش یه صفحه 28 اضافی داره، داخلش نوشته تمرینات پیشنهادی. این همون سوال است که تو کنکور میشه سوال جدید و میاد. اولا یک، این کتاب رو چرا نوشتن؟ منطقش چیه؟ ببینید بچه ها، طراحای کنکور سراسری که بعضا مؤلف های کتاب درسی هم هستن، این کتاب کمک آموزشی رو نوشتن. منطق و فلسفه نوشته شدن این کتاب اینه که دانش آموزی که در دور افتاده ترین نقاط کشور، پیران شهر، امیدیه، هر جایی، نه دسترسی به معلم داره، نه پول داره که کتاب بخره، نه پول داره دیویدی بخره، نه پول داره کلاس بره، یک منبعی برای آموزش داشته باشه. اینکه یه دفعه یکی از دور افتاده ترین روستاها میاد میشه رتبه 5 کنکور، استفاده از این منبع. پس حتما همین امروز بعد از کلاس میرید فایل این رو دانلود میکنید. آدرس سایت که فایل این کتاب هست اینه: talif.sch.ir. این سایت خود آموزش پرورشه. و اگر پیدا نکنید، چون همین الان دیدم یکی کامنت گذاشته آقا من پیدا نکردم، این آدرس کانال خود منه. تو کانال خود من فیزیکاش گذاشته شده، فیزیک_channel1.
نگار از کتاب خونه خریدنی نیست، فایل پی دی افه، باید دانلودش کنی. حالا اگه دوست داشتی میری پرینت میگیری. رویا میگه برای همه درساست. رویا اکبری، اختصاصی ها رو میدونم همشو داره، بقیه درس ها رو نمیدونم. چیزی که نمیدونم نظر نمیدم راجبش کلا. شیوا میگه حتما از این سوال میاد. محمد حسین میگه تو کانالتون گشتم نبود. محمد حسین سلطانی یه دو سه روز مهلت بده این کنکوره 1400 برم الان پینش کنم. خب پین بشه این بچه هایی که الان 3-4 روزی کنکور دارن سرگیجه افغانی میگیرن. 3-4 روز مهلت بده. الان داخل کانال فایلی که اونا نیاز دارن رو پین کردم. بله بله بله. خب اما حالا چرا پیدا میکنید؟ رو همین سایت هست قطعا. این سایت خود آموزش پرورشه، جای دیگه هم باشه از روی این برداشتم. اما یه چیزی رو دقت کن، یه چیزی رو دقت کن. گفتم یکی از خوبی های کلاس شما، آره الان میخوام همونو بگم. پرنیان هم میری، پرنیان میگه اول کلاس گفتی من پیشبینی میکنم، چرا پیشبینی نکردی؟ پیشبینی میکنی حالا. 3-4 روز دیگه کنکوره دیگه، 3-4 روز دیگه، یعنی 3-4 روز دیگه تکلیف معلوم میشه. این حرفی که میزنم ببینید درسته یا نه. جمله اول، قطعا از فصل الکتریسیته ساکن سوال محاسباتی و بخیر خواهد بود. از فصل الکتریسیته ساکن. دو، از متن کتاب درسی سوال ریز جزئی میده. ریز جزئی از متن. یکی از عادتهایی که شما دارین اینه که کتاب درسی فیزیک رو نمیخونید. برای اینکه بفهمید منظورم چیه که میگم از متن سوال ریز جزئی میده یعنی چی، الان شماها 11 رو خوندید. توی فصل 2 اول فصل مواد رو تقسیم بندی کرده، اسم مواد نیمه رسانه رو آورده. مواد نیمه رسانه اسماش چیا بودن؟ چه موادی بودن؟ آها، سیلیسیوم، جرمانیوم. الان کتاب درسیتون رو بعد از کلاس برید باز کنید، داخل متن همچین جمله نوشته مواد نیمه رسانه مانند سیلیسیوم و جرمانیوم فلان ویژگی رو دارن. اوکی؟ بعد در کمال نامردی اومده یه جدول آورده تو ستون سمت راست همین صفحه، داخل اون جدول نوشته مواد نیمه رسانا سیلیسیوم جرمانیوم گرافیت. وقتی میخواد سوال بده نمیاد سیلیسیوم جرمانیوم بده، صاف همون گرافیت رو میدم. فهمیدید منظورم چی از این که میگم سوال جزئی میده؟ و یک مطلب دیگر، و یک مطلب دیگر، یادم نرفته جواب اون سوالتون رو بدم، جز نداشت رو میگم. کنکور که برگزار میشه هر 3-4 روز دیگر، خیلی از معلم ها مثلا پارسال که کنکور 99 سخت بود تو سوراخ موش بودن، ساعت 7-8 شب از تو سوراخ اومدن بیرون. اما من بنا به سنت هر سال سالهای کنکور رو هر ساعتی که سنجش گذاشت روی سایت معمولا یا 2 یا 3 همون موقع لایف تو اینستاگرام شروع میکنم به حل کردن. پس میتونید این پنجشنبه و جمعه کنکور که برگزار شد اینستاگرام منم ارسلان رحمانی بزنید، اولین کله که میاد کله منه، ببینید سوالا رو حل میکنم. و بین این دوتا جمله که گفتم درست بود یا نبود، محاسباتی از الکتریسیته ساکن سوال ریز از متن کتاب درسی. و الان اگر توی کانال مراجعه کنید، این فایل برای بچه های امسال ها، نمیخواد شما برید درش دارید، یه چیزی براشون گذاشتم به اسم حفظیات فیزیک.
فرداش از این فایل حفظیات همین سوال جزئیات هم بهتون نشون خواهم داد. نسترن کتاب راهنمای معلم برای دهم، یازدهم و دوازدهم هر سه تاش هست. پرنیان میگه جمعه لایو منتظریم، هم پنجشنبه هم جمعه دیگه، پنجشنبه برای ریاضی ها، جمعه برای تجربی ها. من مخلصتم آرمین. هم موقع صلاح باش لازم. خب اما یه خورده هم تو کانال میذارم هم اینستا. آدرس اینستا بچه ها بذارید ارسلان رحمانی، کله منم که میشناسید میادش. محمد مهدی دهدار میگه اینستا رو نداریم. محمد مهدی دهدار آدرس خونت رو بده، نصب به اینستا بفرستم بیاد خونتون برات نصب کنه. خب اما گوش کنید، قبل از اینکه یادم نرفته اون سوال رو حل کنم، یادم نرفته حل میکنم. اما حالا اول بگید ببینم ذهنیت چطور راجع به خوندن فیزیک عوض شد؟ خب اما حالا میخوام جواب یه مشکل دیگر رو بدم که خیلیاتون دارید. میگه آقا من پایم ضعیفه، از کجا شروع کنم؟ یازدهم الان بخونم، دهم بخونم، دوازدهم بخونم، چی کار بکنم؟ خوب دقت کن. ببینید بچه ها، شما توی درس فیزیک همه تون بالاخره میرید یه کنکور آزمایشی ثبت نام میکنید، قلمچیه، گاجه، گزینه دوه، سنجشه، مازه، یه آزمون ثبت نام میکنید. گاج و ماز که خودم سرگروه هم، قلمچیه هم که باز خودم، تو سایت پاسخ برید باز سرگروه حل تصویریش من. شما هر کدوم اینا رو که شرکت کنید باید به طور همزمان فیزیک پایه و دوازدهم رو از مهر ماه به بعد با هم امتحان بدید. معنیش اینه که شما باید فیزیک پایه و دوازدهم رو با هم بخونید بیاد جلو. پس ما وقتی که میخوایم درس بدیم به شکلی طرح درس رو جلو میبریم که دوازدهم و پایه به موازات هم بیاد جلو. جمله دوم، یه مطالبی توی فیزیک هست، آیه پیشبینی دیگه هم بکنم که اینم حالا الان بشه سوم پیشبینی. ببینید امسال حتما توی دفترچه کنکورتون، دفترچه کنکور بچه 1400 سه چهار روز دیگه، سوال از آیوجی خواهند داشت. برداره یکی هست آیوجی، حتما از این سوال خواهند داشت. این آیجی خیلی داستان جالبی داره. توی سال دهمتون تو کار انرژی یه اشاره کوچولو کرده و رفته. از معلم دهمتون وقتی میپرسیدین آقا آیجی مثلا سوالشو نمیتونم حل کنم، بهتون میگفت که نگران نباش پسرم یا دخترم، سال یازدهم یاد میگیرید. بعد وقتی اومدید توی یازدهم، معلم یازدهم میگه اینو که پارسال بلد بودین که، آیجی که بلدین که. از همه خوشگلتر تو دوازدهم داخل کتاب نوشته همان گونه که از سالهای گذشته به خاطر دارید فلان. و هیچ وقت هم بچه های اصلا جایی ندارن تو کتاب درسی درست و کامل کنارم. درسته؟ داغ دلا تازه شد. و به همین دلیل وقتی میاد توی دوازدهم از کالجه سوال میده، بچه ها سرگیجه افغانی میگیرن. پس من کاری که انجام میدم اول اینه، شروع کلاس با یه فصل صفره. برای این فصل من نمیتونم اسمی بذارم، چون توی کتاب درسیتون هیچ جا برداره آی و جی و برایندی رو اینا هیچ فصل مستقلی گفته نشده. یه تیکر رو میگه از علوم نهم بلدی،
یه تیکر رو تو کار انرژی میگه، یه تیکر رو من اول یک یا دو جلسه وقت میذارم کامل این قسمت بردارا رو یاد میدم، چون تا اینو بلد نباشی توی دوازدهم که حرکت و دینامیک رو میخوای یاد بگیری گیج خواهی زد، شک نکن. پس روند کلاس هم به این شکل خواهد بود. اما اون سوال حل کنم، بعدش راجع به کتاب کمک آموزشی هم توضیح میدم. چشم، یادم نرفته مهدیه آنه ایتا، کامل درس میدیم اول، بعد روش تستی ها رو میگیم و بعد از همه اینها مهمتر اینه که ممکنه نمره امتحان نهایی دوازدهمتون سال بعد تو کنکورتون تأثیر داشته باشه، دیدی که زمزمه هاشا میاد. پس بچه ها ما باید اول فیزیک رو مفهومی و تشریحی کامل یاد بگیریم، بعد نکته هاشو یاد بگیریم. آقا من یه مثال رو حل بکنم تا یادم نرفته اینا کچلمون کردن. صفحه بیاریم پیدا کنیم. من یه عدد می نویسم، ببینید اگه خوبه بگید اینو حل کنم. مثلا 7 میکروکولوم، 11 میکروکولوم، 29 سانتی متر. ببین اگه عددش خوبه براتون حل کنم. خب الان دقت کنید چیکار کردیم. آقا اول یه جمله بگم، همچین عددی نه تا حالا تو کنکور اومده و نه خواهد اومد. دوما همچین عددی نه تا حالا تو کنکور اومده و نه خواهد اومد. سوما همچین عددی نه تا حالا تو کنکور اومده و نه خواهد اومد. چهارما ما شانس نداریم، همین امسال میاد. دیدید یه سوالی رو نمیخونی؟ میگه آه این که نمیاد تو آزمون فردا. فردا که میره آزمون بدی سوال اول با لبخند نشسته، سلام من همون دیشبی هم که گفتی نمیام اومدم. دیدین که این بلا سرتون اومده دیگه. سوال یک آزمونه و از همه اینا بدتر شما یه انقدر اتفاق براتون افتاده، کرونا اومده، آنلاین بودید، کنگو رو میخوان تغییر بدن بکنن 60% این 40% اون، یعنی هر اتفاقی برای شما ممکنه بیفته. یعنی یه دونه چه میدونم سفینه چینی هم اگه سقوط کنه ممکنه بخوره تو سر شما. آقا نسبت بارا رو مینویسم 7 به 11، جذر میگیرم رادیکال 7 به رادیکال 11. خب فاصله بینشون که 29 به نسبت رادیکال 7 و رادیکال 11 رو تقسیم کنم. خب چجوری عدد رو حساب میکردم؟ این دوتا رو جمع میکردم، 29 تقسیم بر رادیکال 7 به اضافه رادیکال 11 این میشه 1/7. این رادیکال 7 تا سهم میخواست، اینو در این عبارت باید ضرب میکردم، رادیکال 7 ضرب در 29 به رادیکال 7 به اضافه رادیکال 11، اینم رادیکال 11 تا سهم میخواد. و از این ساده تر هم نمیشه. گرفتین؟ اما نه دیگه نمیره. میگه آزمون کجا رو پیشنهاد میکنید؟ ناهمنامم میگم باشه،
بذار جواب سواله دیگرم بدم ناهمنام هم میگم. برای آزمون بچه ها هر آزمونی که شرکت کنید خوبه. خب یعنی واقعا قلمچی خوبه، ماس خوبه، گاچ خوبه، همشون خوبن. ولی از این شاخه به اون شاخه نپرید، یکیش رو ثبت نام کنید و سعی کنید تو این زمینه از مشاورتون کمک بگیرید. ببینید مشاورها با توجه به وضعیت تحصیلیتون شاید پیشنهاد خاصی بدن، ولی هر کدوم رو که ثبت نام کنید توی کلاس فیزیک از مهر ماه همه آزمونا رو ما رسیدیم. اصلا فرقی نمیکنه تو چه آزمونی باشی، چون برنامه کاری که من خودم می‌نویسم، مازم که بودجهشو خودم می‌نویسم، خب اصلا میدونم هر آزمونی چیه. یعنی همین الان به من بگو آقا 20 آبان سال بعد بدونم اونجا آزمون چیه. جمله دوم میگه آقا کتاب لطفاً خواهشاً به هیچ عنوان تا هفته آینده کتاب نخرید، کتاب کمک آموزشی، به خاطر اینکه شما الان هر کتاب کمک آموزشی که بخرید از رو سایت، از تو کتاب فروشی فلان، میگه آقا من کنکور 1401 اما اونم میگه بیا این کتاب چاپ امسال روشم نوشته چاپ 1400 ولی طبق کنکور پارسالیا میشه. یعنی توی کتاب شما با توجه به تغییراتی که تو دهم داشتی اون کتاب به دردت نمیخوره. بعد برای دو تا مشکل به وجود میاد، یکی این که آقا میری تستاشو حل کنی یه مطلب میبینی میری داخل نخوندی از پارسال، بعد هرچی که مثلا شک میکنی من بلد نیستم، معلم درس نده، صبر کنی یه هفته دیگه صبر کنی، این کنکور 3-4 روز دیگه برگزار بشه، ماها که کارمون کتاب نوشتنه، در عرض یک هفته جوابا رو مینویسیم اضافه میکنیم به کتابا و کتاب جدید با توجه به کتاب درسی خودتون میاد بیرون. آقای بهروزی مدیر ماست تو شیراز رو میشناسی؟ والا آقای بهروزی رو نمیشناسم، آقای موسوی و آقای خنجری اینا رو میشناسم. خب ناهمنام هم یه دونه حل کنم تا کچرم نکردی نسترم آبرون رو بردیم. خب اول از همون راه مدرسه بریم یه دونه حل کنیم. این مثلا -4 -25 اینم 60. از همون ای1 مساوی ای2 حلش کنیم. خب اول چون دوتا بار ناهمنامن از روش مدرسه بخوام برم باید نقطه رو بیرونشون بگیرم، مثلا اینجا نزدیکم به کوچیکه، این فاصله x، این 60 به اضافه x، ای1 مساوی ای2 کار q1 به r1 2 کار q2 به r2 2 Q1 4ه فاصلش x، Q2 25ه فاصلش 60 به اضافه x، از دو طرف جذب میگیریم 2 به x 5 به 60 به اضافه x، طرف این وسطه 5x میشه 120 به اضافه 2x، 3 تا x میشه 120، x میشه 40. فقط حواسم باز باید باشه این فاصله از Q1 فاصله از Q2 که میشه 60 به اضافه x میشه 100. این رو هم مدرسه ایش. خب حالا آها از اون راهه چجوری حل میشه؟
بکشمش دوباره. منفی 4 مثبت 25 فاصله 60. خب میگم این همون قبلی نسبت دو تا بار رو می نویسید. چهار به 25 بازم از نسبت جذر می گیریم، 2 به 5. 60 رو به نسبت 2 به 5 تقسیم می کنید. فقط وقتی بارا ناهم نامن باید از تناسب معکوس بریم. یعنی چی تناسب معکوس؟ یعنی تا الان میگفتم 5 به اضافه 2، حالا میگم 5 منهای 2. 5 منهای 2 میشه 3. 60 به 3 میشه 20. این 20 میشه 1 دونه سهمش. این 2 تا سهم میخواد. 2 20 تا 40 تا، 5 20 تا 100 تا. طبیعتاً کوچیکه فاصله از بار کمتر، بزرگه فاصله از بار بیشتر. فهمیدی؟ آره؟ پس بچه ها جمع‌بندی کنیم و کلاس رو تموم کنیم. حتما پنجشنبه و جمعه تو اینستاگرام حل کنکور امسال نگاه کنید، ببینید آیا این حرفایی که زدم درست بود یا نه. از الکتریسته ساکن سوال وقتگیر، از متن کتاب سوال جزئی، از آیوجی سوال، حتما می‌بینید اینا رو. جمله دوم، ما جلسه آینده یک جلسه صفر انگار داریم، فصل صفر. فصل صفر یعنی که باید آیوجی و اینا رو توضیح بدم که بعدا دوازدهم میخواد یاد بگیری سرگیج افغانی نگیری. پس ما اول برمیگردیم این جایی که همتون روش ابهام دارین رو یه دوره میکنیم و بعد دوازدهم رو شروع میکنیم. و جمله آخر، برای همتون آرزوی سلامتی و نتیجه گرفتن دارم. انرژی مثبت من پشت سر همه شماست. خسته نباشین. فعلا خداحافظ.